آموزش مراقبت و نگهداری گیاهان آپارتمانی در منزل. مقدمه بر گیاهان آپارتمانی. مفهوم گیاه آپارتمانی و خصوصیات آن. تا چند دهه گذشته به خاطر وجود فضای سبز در حیات اکثر خونه ها نیاز زیادی به پرورش گل و گیاه در فضای داخل خونه احساس نمی شد. اما با رشد آپارتمان نشینی استفاده از گیاهان برگی در داخل فضای خونه رواج پیدا کرد. به طوری که امروزه تعداد زیادی از افراد تمایل به خرید و نگهداری گل و گیاه توی منزل دارند. به طور کلی گیاه آپارتمانی به گیاهی گفته میشه که قابلیت نگهداری در جاهای سربسته مثل منازل، ادارات و غیره رو داره. این گیاهان با اهداف تزئینی تأثیرات مثبت بر سلامت جسم و روان و همینطور ایجاد هوای تازه و مطبوع در محیط ها نگهداری میشن. گرما، روشنایی، آب، رطوبت، غذا، استراحت، هوای تازه، مراقبت و تیمار کردن از جمله موارد و نیازهای ضروریه که برای هر گیاه به حساب میاد. موفقیت در پرورش گل و گیاه مستلزم اونه که نیازهای اساسی خاص هر گیاه رو برآورده کنیم، نه اینکه بخوایم با همه گیاهان به طور یکسانی رفتار کنیم. 5 پرسش اساسی هنگام خرید گیاه آپارتمانی. اگه قصد خریداری گیاهی رو دارید، باید اول 5 نکته و سوال رو توی ذهنتون در نظر بگیرید. جوابی که به این سوالات میدید میتونه شما رو در خرید مناسب یاری کنه. پرسش اول، گیاهی رو میخواید که در تمام روزهای سال سر حال و شاداب باشه تا شما بتونید از دیدنش لذت ببرید. پس شما باید به دنبال گیاهان برگی باشید، چون این دسته از گیاهان میتونن ظاهر مطلوب خودشون رو در سراسر سال حفظ کنن. به طور مثال، اگه شما گیاهی مثل گیاه گلدار رو انتخاب کنید، فقط توی دوره محدودی میتونید اونو در معرض نمایش داشته باشید. به طوری که وقتی دوره گلدهیش تموم میشه، دیگه جایی توی اتاق شما نداره. دومین سوالی که باید از خودتون بپرسید این که چقدر وقت و مهارت برای نگهداری گل و گیاه دارید. بعضی از گیاهان عمدتاً عمر طولانی دارن، مثل گیاهان گوشتی معمولی، که میتونن دامنه وسیعی از شرایط نامساعد مثل آبیاری کم رو تحمل کنن. در نتیجه این گیاهان میتونن گزینه مناسبی برای کسانی که مهارت و وقت کافی در نگهداری گل و گیاه ندارن باشن. از طرفی در نقطه مقابل خیلی از گیاهان هم هستن که ظریف و حساسن و به نگهداری صحیح و مهارت کافی نیاز دارن. پرسش سوم، چقدر حاضرید بابت خرید گل هزینه کنید؟ معمول ترین راه برای خرید گل مراجعه به گل فروشی است. همونطور که مطلعید، یه سری از گلها نسبت به بقیه گلها قیمت بالاتری دارند. بنا به دلایلی مثل تکثیر دشوار یا کند بودن رشد و غیره، باعث شده که نسبت به بقیه گلها گرونتر باشند. اگه شما میخواید گلهای زیادی با تنوعهای مختلف داشته باشید و میزان پولی هم که میخواید خرج کنید محدوده، پس ناگزیر باید گیاهان کوچیک و مقرون به صرفه تر رو تهیه کنید. یا اینکه بذر گیاهان رو تهیه کنید و خودتون بکارید. همینطور میتونید از قلمه گیاهان هم استفاده کنید. پرسش چهارم، دوست دارید اندازه گلدون و شکل گیاهتون چطور باشه؟ در این رابطه گیاهان برگی یا گلدار برای کسانی که شکل گیاه براشون مهمه انتخاب خوبیه. پرسش پنجم، محیطی که برای نگهداری گلهاتون در نظر دارید به چه صورتیه؟ یعنی میزان نور در دسترسش تا چه اندازه‌ایه؟ آیا توی زمستون محل نگهداری گیاهان به حد کافی گرم هست یا نه؟ انتخاب گیاه مناسب جهت خرید. وقتی گیاهی رو می‌خرید، به این نکته توجه داشته باشید که این گیاه قبلاً توی محیط مطلوب مثل گلخونه پرورش پیدا کرده که دارای شرایط محیط بسیار مناسبی بوده، که این محیط پرورش با محیط منزل کاملاً متفاوته.
پس سعی کنید گیاه مد نظرتون رو از فروشنده معتبر تهیه کنید که اون گیاه رو برای مواجهه با شرایط نامساعد آماده و مقاوم کرده باشه. در این صورت وقتی گیاه رو به منزل میارین شوک کمتری بهش وارد میشه. گرچه گیاهان آپارتمانی رو در هر موقع از سال میتونیم خریداری کنیم، ولی بهتره واریته گیاهان حساس و آسیب پذیر رو در اواخر فصل بهار و اواسط پاییز خریداری کنید. اگه قصد خرید بذر گیاهان گلدار رو دارید، سعی کنید حتما بذر نسل اول یا همون F1 رو خریداری کنید. اگه قصد خرید پیاز گل رو دارید، سعی کنید پیازهای سالم، سفت و بدور از بیماری و آفت رو خریداری کنید. باید پیاز سالم باشه، یخ زده نباشه، فلزهاش لهیده و آفت زده نباشن. سعی کنید پیازهایی رو تهیه کنید که در حد متوسط باشن، یعنی نه خیلی کوچیک و نه خیلی بزرگ باشن. نشانه های نامطلوب گیاه هنگام خریداری. از نشانه های نامطلوب هنگام خرید گیاه میتونیم موارد زیر رو اشاره کنیم. به طور مثال همه گل ها و غنچه های گیاه شکفته شده باشن، به طوری که غنچه شکفتنی نداشته باشه. روی برگ یا سایر قسمت های گیاه علائم بیماری و آفت به وضوح دیده بشه. به طور مثال برگ سوراخ باشه. برگ های گیاه آویزون، بیحال و بیرمق باشن. محل افتادگی برگ کاملا مشخص باشه. ریشه از سوراخ ته گلدون بیرون زده باشه. از سایر علائم نامطلوب هم میتونیم وجود جلبرگ سبز روی جداره بیرونی یا سطح خارجی خاک گلدون رو اشاره کنیم. انتخاب گیاه آپارتمانی با توجه به شرایط محیط موجود در منزل. در موقع خرید گل اکثر مردم سعی میکنن گیاهی رو انتخاب کنن که شکل و ظاهر بی‌عیب و نقصی داشته باشه و از طرف دیگه قیمتش مناسب باشه. اما مسئله مهمتر اینه که گیاهی که خریداری میکنیم با شرایط نور و گرمای زیستگاه خودش سازگار باشه. نیازهای هر گیاه با گیاه دیگه متفاوته. مثلا یک سری از گیاهان توی زمستون به جایی نیاز دارن که گرم نباشه، اما یک سری دیگه در زیر نور کامل خورشید شکوفا میشن. بنابراین دقت در درجه حرارت، رطوبت، میزان نور آپارتمان و سایر موارد برای گیاهانی که قصد خرید داریم و باید در نظر بگیریم. هر گیاه تازه واردی که به محیط جدید آورده میشه در ابتدا دچار تنش میشه. مثلا بعضی از گیاهان وقتی از محیط مناسبی مثل گلخونه که نور و رطوبت مطلوب داره به منزلی با محیط خشک و نور کم آورده میشن، دچار شوک میشن. خیلی از گیاهان به تدریج بعد از مدتی شادابی خودشون رو به دست میارن و به وضعیت نامطلوب فعلی با روش نگهداری صحیح سازگار میشن. سعی کنید چند هفته اول اون رو از تابش نور مستقیم خورشید دور کنید. آب اضافی به گیاه ندید. جای گلدون رو دائما توی روزهای اول تعویض نکنید. موقعیت سایه. وقتی که گیاه دور از پنجره قرار میگیره اما نور به اندازه‌ایه که به اصطلاح توی اون نور بتونیم مطالعه کنیم. از گیاهان مناسب این موقعیت میتونیم عبایی، دراسنا، سرخس و سایر موارد رو نام ببریم. موقعیت نیمه سایه. وقتی که گیاه نزدیک به پنجره بدون آفتابه یا کمی دورتر از پنجره نورانیه، از گیاهان مناسب این موقعیت میتونیم به این موارد اشاره کنیم. موقعیت روشن اما بدون آفتاب. وقتی که گیاه نزدیک به پنجره آفتابگیره، از گیاهان مناسب این موقعیت میتونیم گندمی، گلهای پیازی و غیره رو نام ببریم. موقعیت مکانی دارای کمی آفتاب مستقیم. وقتی که گیاه روی لبه پنجره یا نزدیک به پنجره رو به شرق یا رو به غرب قرار داره، از گیاهان مناسب این موقعیت میتونیم داوودی، برگ بیدی و غیره رو نام ببریم. موقعیت پنجره آفتابگیر. وقتی که گیاه خیلی نزدیک به لبه پنجره
یا نزدیک به پنجره رو به جنوبه. این سمت رو جنوب و این سمت رو شمال در نظر میگیریم. توی این موقعیت گیاه به خصوص توی بعد از ظهرهای داغ فصل تابستون نیاز به فیلتر کردن نور داره. از گیاهان مناسب این موقعیت میتونیم کاکتوس ها، گیاهان گوشتی و آبدار و غیره رو نام ببریم. موقعیت بینیاز از گرما در زمستون. گیاهانی که بدون حرارت مصنوعی توی فصل زمستون میتونن توی محیط اتاق نگهداری بشن. از گیاهان مناسب این موقعیت میتونیم به این موارد اشاره کنیم. موقعیت نیازمند به گرما در زمستون. گیاهان با استفاده از حرارت مصنوعی مثل انواع گرم کننده ها از جمله رادیاتورها میتونیم گیاهانمون رو تو محیط اتاق نگهداری کنیم. از گیاهان مناسب این موقعیت میتونیم انواع نخل ها، دراسنا و غیره رو ذکر کنیم. حمل گیاهان آپارتمانی خریداری شده. برای بردن گیاه خریداری شده به منزلتون حتما دقت کنید که گیاه به شکل مناسب پیچیده شده باشه. هدف از پیچیدن گیاه بین ورقه های نایلونی یا روزنامه در وهله اول محافظت از برگ های شلول اون از آسیب های احتمالی در حین حمل و نقل و همینطور محافظت گیاه از خشکی. بهتره اگه توی فصل زمستون گیاه رو خریداری و به منزل حمل می کنید، حتی بخش بالایی ورقه پیچیده شده دور گلدون هم بسته باشه. اگه گیاه خریداری شده رو با ماشین به منزل میبرید، سعی کنید اون رو توی جعبه قرار بدید و بعد اون رو روی صندلی ماشین بذارید. هرگز گیاه خریداری شده رو در صندوق عقب ماشین نذارید، مخصوصا توی فصل تابستون، بلکه اون رو روی صندلی ماشین بذارید. توی فصل زمستون سعی کنید گیاهی که ظریف و حساسه رو پیاده و در معرض هوای آزاد تا منزل هم نکنید. چگونگی تأمین احتیاجات گیاهان آپارتمانی در منزل. راهنمای نوردهی گیاهان آپارتمانی. آفتاب کامل. منظور جایی تا 60 سانتی متری پنجره رو به جنوب با حداکثر تابش آفتاب. تعداد کمی از گیاهان خونگی میتونن این موقعیت رو تحمل کنن. گیاهان گلداری مثل شمدونی و ختمی چینی طالب چنین نور شدیدی هستند. در هر صورت وقتی توی تابستون هوا خیلی گرمه، بهتره با قطعه روزنامه سایه یا فیلتر ایجاد کنیم یا گیاهان رو حدود 70 سانتی متر از پنجره فاصله بدیم. آفتاب مستقیم به مقدار کم. منظور جاییه که نور درخشانی داره و در طول روز مختصری نور مستقیم خورشید به برگ‌ها میتابه. پنجره رو به غرب این میزان نور رو میتونه دریافت کنه. تعداد زیادی از گلهای آپارتمانی و همینطور گیاهان گلدار طالب این میزان نور هستند. در هر صورت فاصله گرفتن از پنجره هم الزامیه. روشن اما بدون آفتاب. منظور جاهای نزدیک به جایی که خورشید اونجا میتابه اما نور مستقیم خورشید به اونجا نمیرسه. خیلی از گیاهان در این محل بهترین وضع رویش رو دارن. به عبارت دیگه ایدئال ترین نور برای گیاهان برگی آپارتمانیه. بهتره هر چند وقت یک بار نور مستقیم فیلتر شده رو برای گیاهان تأمین کنیم. نیمه سایه. جاهایی هستن که نور به شکل ملایمی وارد میشه. فاصله 1.5 تا 2.5 متری پنجره رو به آفتاب تا فاصله نزدیک به پنجره بدون آفتاب این شرایط رو دارن. بعضی از گیاهان سایه دوست مثل شفلرا طالب این نور هستن. تعداد کمی از گیاهان گلدار در این بخش از اتاق میتونن شادابی خودشون رو حفظ کنن، اما برای خیلی از گیاهان برگی این وضع مطلوبه. سایه جاهایی هستن که نور بسیار کمی دارن، اما نور به اندازه ای هست که به طور مثال چند ساعت توی روز بتونیم توی اون نور مطالعه کنیم. تعداد کمی از گیاهان آپارتمانی در این شرایط شکوفایی واقعی دارن. به طور مثال آگلونما ابایی با این میزان نور میتونن زندگی کنن. سایه کامل
این گونه مکان ها برای گیاهان آپارتمانی مناسب نیستند. نورهای طبیعی و مصنوعی. نور طبیعی. سقف و دیوارهای سفید یا کرم رنگ اتاقهای کم نور با بازتابوندن نور به رشد گیاه کمک می کنند. معمولا برگ‌ها و ساقه های گیاهان پشت پنجره به سمت شیشه پنجره متمایل می شن. برای جلوگیری از رشد یک طرفه گیاهان لازم هر از گاهی گلدون رو یه مقداری بچرخونید. با شروع فصل زمستون بهتره گلدون رو کمی به پنجره نزدیکتر کنید. این کار باعث میشه هم مدت زمان نوردهی و هم شدت نور برای گیاه بالا بره. سعی کنید توی زمستون پنجره رو از گرد و غبار و دود پاک کنید. همین کار به ظاهر ساده میتونه شدت نور رو برای گیاهتون حدودا تا 10% افزایش بده. نباید گیاه رو یک دفعه از سایه به پنجره رو به آفتاب یا به هوای آزاد منتقل کنیم. باید این کار رو به تدریج در طی چند روز و هر روز با کمی جابجایی انجام بدیم تا گیاه به محل جدید عادت کنه. نور مصنوعی. معمول ترین انواع گیاهانی که برای پرورش زیر نور مصنوعی انتخاب میشن گیاهان رنگارنگ و پرپشت مثل بنفشه آفریقایی، بگونیا، ارکیده، پپرومیا و غیرن. عمدتا لامپ‌های معمولی برای این کار مناسب نیستن چون حرارتی که ایجاد میکنن ممکنه برگ گیاهان رو بسوزونن. بنابراین میتونیم از لامپ‌های فلورسنت بلند برای این کار استفاده کنیم. اگه نشونه هایی از سوختگی برگ دیدید، به این معنیه که منبع نور به برگ نزدیکه. رشد ضعیف برگ ها و رنگ رفتگی برگ ها نشون دهنده اونه که منبع نور با گیاه فاصله زیادی داره. به طور کلی بهتره هر سال لامپ ها رو عوض کنید. نشونه های خطر کم نوری گیاهان آپارتمانی. برگ های پایینی زرد میشن و میریزن. برگ جدید به وجود نمیاد یا خیلی کوچیکه، یعنی توقف رشد داریم. فاصله برگ ها ممکنه زیاد بشن. توی واریته های ابلق برگ ها فقط سبز میشن. برگ ها کوچکتر و کمرنگتر از حالت طبیعی هستن. در گیاهان گلدار گل یا تشکیل نمیشه یا ضعیف میشه. نشونه های خطر پرنوری گیاهان آپارتمانی. برگ ها ظاهر خودشون رو از دست میدن و حالت پخته شده دارن. برگ ها توی وسط روز پژمرده میشن. لکه های سوخته قهوه‌ای خاکستری روی برگ مشاهده میشه. برگ های واریته های سایه دوز خشک میشن و میریزن. راهنمای آبیاری گیاهان آپارتمانی. گیاهانی که خاک اونها در زمستون باید خشک باشه. خاک کاکتوس ها و گیاهان گوشتی در فصل‌های رشد بهار و تابستون باید نیمه خشک و نیمه مرطوب باشه و توی فصل‌های خواب یعنی پاییز و زمستون بهتره به طور کلی آبیاری قطع بشه. گیاهانی که خاک اونها متناوباً خشک یا مرطوب باشه. اکثر گیاهان آپارتمانی برگی در این گروه قرار می‌گیرن. در فصل‌های رشد آبیاری به طور کامل انجام میشه. اما توی فصل زمستون از آبان تا اسفند بهتره 2 سانتی متر اولیه سطح خاک خشک بشه تا بعد آبیاری های بعدی انجام بشه. گیاهانی که خاکشون باید در همه اوقات مرطوب باشه. بیشتر گیاهان گلدار به این گروه تعلق دارن. خاک باید همیشه مرطوب اما نباید خیس باشه. سوراخ زهکش رو سعی کنید کاملا بازدید کنید و بهتره در آبیاری 1 سانتی متر اولیه خاک خشک باشه. گیاهانی که خاک اونها همیشه باید خیس باشه. تعداد گیاهان متعلق به این گروه کمن. گیاهان آبزی و بعضی از گیاهان گلدار پرتوقع متعلق به این گروه هستند. به طور مثال نخل مرداب، آزاله از نمونه گیاهانی هستند که خاک اونا باید همیشه خیس باشه. مشکلات آبیاری گیاهان آپارتمانی. آب در خاک گلدون نفوذ نمیکنه و روی سطح گلدون باقی میمونه. علت این امر اینه که سطح خاک به دلیل آبیاری های فراوون و
و یا بافت سنگین خاک خیلی سفت و سخت شده. برای حل این معضل میتونیم با یک کارد یا چنگال یا بیلچه کوچیک سطح خاک رو به ضخامت 1 الی 2 سانتی متر خراش بدیم و به جای اون خاک سبک یا کمپوست اضافه کنید. همینطور میتونیم گلدون رو به مدت نیم ساعت در یه تشت پر از آب قرار بدیم. آب گلدون سریعا از انتهای گلدون خارج میشه. علت این امر فشردگی و فاصله گرفتن خاک از جدار گلدونه که باعث شده خاک خشک بشه و ترک برداره و آب بدون اینکه خاک رو خیس کنه به انتهای گلدون بره. برای حل این مشکل میتونید گلدون رو به مدت نیم ساعت در ظرف یا تشتی پر از آب قرار بدید تا به خوبی خاک خیس بخوره. زمان آبیاری گیاهان آپارتمانی. ساده ترین راه برای کشف موقع آبیاری اینه که توی زمستون هفته یه بار و در وسط تابستون هر روز سطح خاک رو نگاه کنید. اگه سطح خاک خشک و حالت پودری باشه، به گلدون آب بدید. البته با توجه به اون چیزی که در اسلایدهای قبلی در رابطه با راهنمای آبیاری به شما گفته شد، یعنی برای گیاهانی که خاک گلدون همواره باید مرطوب باشه. در مورد گیاهان دیگه‌ای که توصیه نشده خاکشون همواره مرطوب باشه، بهتره انگشتتون رو 1 الی 2 سانتی متر توی خاک فرو کنید. اگه رطوبت احساس نکردید، به گلدون آب بدید. البته کاکتوس و گیاهان گوشتی توی فصل زمستون مستثنا هستن. اگه توی اتاق خنک نگهداری میشن، تا وقتی که آثار پژمردگی توی اونها ندیدید، میتونید آبیاری نکنید. شیوه آبیاری گیاهان آپارتمانی. دو شیوه آبیاری، یکی با آب پاش و روش دیگه غوطه ور کردن گلدون توی آب، طرفداران زیادی داره که هر دو روش مزایایی داره. ولی به طور کلی بهترین روش در مورد آبیاری تعدادی از گیاهان که تعدادشون هم زیاده استفاده از آب پاشه. آبیاری با آب پاش. آب پاشی رو انتخاب کنید که لوله اون باریک و بلند باشه. برای آبیاری انتهای لوله رو در زیر برگ‌های گیاه ببرید و به آرومی آب بدید. در دوره رشد گلدون رو تا لبه از آب پر کنید. وقتی گیاه زیر نور آفتاب قرار داره، هیچ وقت آبیاری انجام ندید چون برگ‌ها ممکنه بسوزن. توی زمستون اگه اتاق بدون بخاری یا شوفاژ باشه، بهتره صبح به گیاه آب بدید. حتما سعی کنید آب جمع شده در زیر گلدونی رو تخلیه کنید. روش غوطه ور کردن گلدون توی آب. گیاهانی مثل گلوکسینیا و سیکلامن دوست ندارن آب به برگهاشون یا طوقه‌هاشون پاشیده بشه. در نتیجه میتونیم از طریق سوراخ ته گلدون آبیاری رو انجام بدیم. برای این کار گلدون رو توی ظرف دیگه‌ای بذارید و اونقدر آب بدید که سطح آب توی ظرف با سطح خاک گلدون هم ارتفاع بشه. بعد اجازه بدین خاک گلدون خیس بخوره و سطح خاک تغییر رنگ بده. در نهایت گلدون رو از آب بیرون بکشید. دفعات آبیاری گیاهان آپارتمانی. فاصله آبیاری گیاهان بر حسب عوامل مختلف متفاوته. مثلا بعضی ها هر روز نیاز به آب دارن، اما بعضی ها نه. حتی فاصله آبیاری یه نوع خاص گیاه برگی بر حسب فصل سال و شرایط رویش فرق میکنه. بر حسب شرایط طبیعی، به طور مثال با افزایش نور و دما نیاز به آب هم در گیاه بالا میره. بوته هایی که توی گلدون های کوچیک هستن و بوته هایی که چندین سال گلدوناشون عوض نشدن نیاز به آبیاری بیشتری دارن. یا به طور مثال بوته هایی که توی گلدون های سفالی هستن در مقایسه با بوته هایی که توی گلدون های پلاستیکی نگهداری میشن به آب بیشتری نیاز دارن. در مقابل بوته هایی که در گلدون های مضاعف یا دوتایی قرار دارن به آب کمتری نیاز دارن. بر حسب موقع سال،
توی زمستون رشد گیاه کند یا متوقف میشه. در نتیجه توی این زمان باید از آبیاری بیش از اندازه پرهیز کنیم تا شروع فصل جدید رشد در بهار آبیاری از 1 تا 3 بار در ماه و در بهار و تابستون از 1 تا 3 بار در هفته کفایت میکنه. بر حسب نوع گیاه، گیاهان گوشتی نسبت به گیاهان برگ نازک خشکی رو بهتر تحمل می کنند. یا به طور مثال قلمه ها به آب کمتری در مقایسه با گیاهان بالغ و کامل دارند. به طور کلی در هر نوع گیاه هر چقدر سطح برگ ها بیشتر و سرعت رشد بالاتر باشه نیاز به آب هم بیشتر میشه. نشونه های خطر کم آبی و پر آبی گیاهان آپارتمانی. نشونه های خطر کم آبی: گل میریزه یا به سرعت پژمرده میشه، تمام برگ های پیر و مسن زودتر از همه میریزن، تمام برگ یا خشک میشن یا شل و پژمرده میشن و رشدشون هم کم یا متوقف میشه. نشونه های خطر پر آبی: در گیاهان گل دهنده گل ها حالت قارچ یا کپک زدگی به خودشون میگیرن و میگندن. ریشه ها قهوه‌ای، نرم و لهیده میشن. رشد برگ ها کم میشه، برگ ها شل، نرم و آبکی میشن. نقاط و لکه های نرم و پوسیده روی برگ ها مشاهده میشه. برگ ها پیچیده، خشک و پژمرده میشن و نوک برگ ها ممکنه قهوه‌ای رنگ بشن. راهنمای گرمادهی گیاهان آپارتمانی: حد اکثر دمایا درجه حرارت ماکسیموم 30 درجه سانتیگراد. این دما برای تعداد زیادی از گیاهان آپارتمانی به شرطی که رطوبت هوا تامین بشه مناسبه. بنابراین در اتاقهای معمولی در صورتی که رطوبت بالا باشه این دما مناسبه. درجه حرارت ماکسیموم 24 درجه سانتیگراد. برای اکثر گیاهان آپارتمانی در شرایط معمولی در صورت وجود رطوبت کم مناسبه. حداقل درجه حرارت برای گیاهان حساس یا ظریف. برای گیاهانی مثل آگلونما، آنتاریوم، دیفنباخیا، کالادیوم و غیره درجه حرارت حدود 16 درجه سانتیگراد مناسبه. حداقل درجه حرارت برای گیاهان غیر مقاوم یا نیمه سخت جان. برای گیاهانی مثل برگ انجیری، شفلرا، اسپاتیفیلوم، حسن یوسف، دراسنا، ارکیده ها، نخل ها، آروکاریا، مرکبات ها، بگونیا و غیره درجه حرارت 9 تا 12 درجه سانتیگراد مناسبه. حداقل درجه حرارت برای گیاهان مقاوم یا گیاهان سخت جان. برای گیاهانی مثل عبایی، شمدونی، مارانتا، گوشتی ها، یوکا، برگ بیدی، پیچ ها، اشقه و غیره درجه حرارت 5 تا 7 درجه سانتیگراد مناسبه. به طور کلی اغلب گل ها و گیاهان وقتی شاد و سر حالن که دما کمی پایین تر از میزانی باشه که به اصطلاح انسان احساس راحتی میکنه. البته باید اینو هم بگیم که استثناهایی هم وجود داره. تقریبا همه گیاهان آپارتمانی وقتی شادابن که دمای محیطشون بین بازه 12 تا 21 درجه سانتیگراد باشه. نشونه های درجه حرارت نامناسب گیاهان آپارتمانی: اگه هوا خیلی گرم باشه، عمر گل توی گیاهان گل دهنده کوتاه میشه. اگه هوا خیلی گرم و نور مناسب باشه، برگ‌ها توی بهار و زمستون حالت دوکی شکل میشن. اگه تغییرات درجه حرارت شدید باشه، برگ‌ها فوراً زرد میشن. اگه هوا خیلی گرم باشه، حاشیه برگ‌های پایینی یا به عبارت لبه برگ‌های بالای قهوه‌ای و خشک میشن و برگ‌های پایینی میریزن. اگه هوا خیلی سرد باشه، برگ‌ها میپیچن و لکه‌های قهوه‌ای روی اونها ظاهر میشه و در نتیجه میریزن. تغذیه گیاهان آپارتمانی: به طور کلی همه گیاهان آپارتمانی به مقداری عناصر اصلی و پرمصرف، اعم از نیتروژن، فسفر، پتاسیم و همینطور به مقدار مختصری عناصر کم مصرف نیاز دارند. به عبارت دیگه گیاه وقتی میتونه به خوبی رشد کنه، برگ‌هاشو توسعه بده و گل‌های مصلوب تولید کنه که این مواد در دسترس داشته باشه.
در گیاهان آپارتمانی عمدتا خاک یا کمپوست گلدون دارای مقدار محدودی از مواد غذایی هستش که البته همین مقدار محدود مواد غذایی موقع آبیاری شسته و به بیرون از گلدون منتقل میشه. پس ضروریه که نسبت به تامین مواد غذایی در دوره رشد گیاه اقدام لازم صورت بگیره. در جدول مواد غذایی همونطور که مشاهده می کنید، نیتروژن نشونگر ساختن برگ، فسفر نشونگر